ما مصلحت ندیدیم که درباره فشارهای تحریم و اثراتمون زیاد صحبت کنیم. دلمون نمیخواسته که هیچگاه این تلخی‌ها و نگرانی‌ها به جامعه تزریق بشه. خیلی موارد دولت میتونسته برخی از مشکلات مربوط به تحریم‌های ضد بشر یا آمریکا رو تشریح کنه و حتی از زیر بار انتقادها و برخی از موارد خودش رو برهانه. اما ما حاضر نشدیم. اما متاسفانه برخی از این مصلحت‌سنجی ملی و مصلحت‌سنجی که بر اساس واقعا منافع ایران صورت گرفته سوء استفاده کردن. دولت به هر حال ملاحظاتی داشته نمیتونه سر بزنه، ولی نهایت بهره برداری جنایی و سیاسی رو صورت دادن و متاسفانه حتی از این وضعیت خوشحالم هستم، لذت میبرم که دولت به خاطر تحریم‌ها در فشار و مضیقه است. اظهارات خوبی در برخی از دانشگاه‌ها ما نشنیدیم. نمیخوایم مقایسه بکنیم، ولی میخواستم واقعا بگم اگر با این شرایط تحریم‌ها، با این فشارها، با این جریان‌های اجتماعی اگر شما بودید چه میکردید؟ آیا کارنامه بهتر داشتید؟ فشار امروز بسیار زیاده. من فکر میکنم آقای جهانگیری در کنار اینکه رئیس اقتصاد مقاومتی دولت هست و مدام در این زمینه دارن تلاش میکنن و در زمینه افزایش تولید داخل، کاهش واردات و حتی اشتغالهای مبتنی بر کوچک متوسط که در دستور جلسات اقتصاد مقاومتی بوده و در برخی موارد دیگر در صادراتی که منفذهای صادراتی که وجود داشته در اقتصاد مقاومتی تصمیم‌های خوبی گرفته شده، به هر حال مدیون فعالیت‌های اقتصاد مقاومتی به ریاست آقای جهانگیری هست و دائما هم ما از مقاومت بحث کردیم. اما من فکر می‌کنم آقای جهانگیری ذره‌ای از این واقعیت رو بیان کرده و تأکید کرده که به هر حال این سختی‌ها وجود داره و انکار نمیتونیم بکنیم تحریم‌های آمریکا و جنایات آمریکا رو. اما در قسمت دوم صحبتش هم از اینکه ما آمادگی ایجاد کردیم، مقاومت کردیم و این رو ادامه خواهیم داد و سعی میکنیم به تعادل مثبت هم برسونیم تاکید داشتم. من نمیدونم چرا عده‌ای بی‌محابا به این صحبت‌ها حمله کردن. گاهی گفتن که علامت میدی به خارج. خب شمایی که این همه نارسایی ها رو هر روز، نارسایی هایی که هست و نیست و زوم میکنید، خب این علامت دادن به بیگانگان نیست؟ اگر بخشی از یک واقعیت تلخ رو که دولت به جان خریده داره دنبال میکنه این رو علامت به بیگانگان میدونید، این قطعا روش درستی نیست.